دوم قرنتیان فصل یازدهم. امیدوارم از سخنان من که تا اندازه احمقانه است ناراحت نشوید. خواهش میکنم آن را تحمل کنید. علاقه من نسبت به شما علاقه است خدایی، زیرا من شما را به عنوان یک دختر پاک دامن به عقد مسیح در آورده و به او تقدیم نمودم. اما اکنون میترسم، همانطور که هوا به وسیله زیرکی مار فریب خورد، افکار شما نیز از ارادت و اخلاصی که به مسیح دارید منحرف شود. زیرا اگر کسی پیش شما بیاید و عیسای دیگری جز آن عیسایی را که ما به شما اعلام کردیم اعلام کند، آیا با خوشحالی او را قبول نمی کنید؟ و آیا حاضر نیستید با خوشحالی روح غیر از آنچه قبلا پذیرفته بودید بپذیرید و یا مژده غیر از آنچه قبلا به شما داده شده بود قبول کنید؟ گمان نمی کنم من از آن رسولان عالی مقام شما کمتر باشم. شاید ناطق خوبی نباشم، ولی می دانم در باره چی سخن می گویم. ما این را در هر فرصت و هر مورد ثابت کرده ایم. من انجیل را مفت مجانی به شما رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرفراز شوید. آیا با این کار من مرتکب گناه شدم؟ من معاش خود را از کلیساهای دیگر گرفتم و یا به اصطلاح آنها را غارت کردم تا بتوانم مفت به شما خدمت کنم. و وقتی با شما بودم، با وجود این که به پول احتیاج داشتم، بر هیچ چک از شما بار نشدم، بلکه وقتی برادران از مقدونیه آمدند احتیاجات مرا رفع نمودند. من هرگز بر شما بار نشدم و در آینده نیز نخواهم شد. چنان که راستی مسیح در زندگی من است، می گویم که هیچ چیز نمی تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد. چرا کمک شما را قبول نکردم؟ چون شما را دوست ندارم؟ نه، خدا می داند که شما را دوست دارم. من به این کار ادامه خواهم داد تا ادعای کسانی را که با غرور می گویند رسالت آنها و رسالت ما یک قسم است خونسا سازم. زیرا این اشخاص رسولان دروغین و خادمین فریبکار هستند که خود را به شکل رسولان مسیح در می آورند. این چیز عجیبی نیست. شیطان هم خود را به صورت فرشته نور در می آورد. پس اگر خادمین او خود را خدمتگزاران عدالت و نیکویی جلوه دهند، جای تعجب نیست. در عاقبت مطابق اعمالشان جزا خواهند یافت. تکرار می کنم، هیچ کس مرا احمق نداند. ولی اگر درباره من این طور فکر می کنید، پس اقلا مرا مثل یک احمق بپذیرید تا بتوانم کمی به خود افتخار کنم. الان از روی غرور و مثل یک آدم احمق از خود تعریف می کنم و نه مثل یک مسیحی. چون بسیاری به امتیازات دنیوی خیش فخر می کنند، من هم می خواهم به امتیازات خود فخر کنم. شما باید چقدر روشن فکر باشید که می توانید این طور با افراد احمق مدارا کنید. البته اگر کسی شما را به بردگی درآورد یا استثمار نماید یا از شما بهره برداری کند یا به چشم حقارت به شما نگاه کند و یا به صورتتان سلی زند، حتما ناراحت نخواهید شد. با شرمساری باید بگویم که به علت ضعف خود ما بود که نتوانستیم این کارها را انجام دهیم. اما اگر کسی جرأت کند که به چیزی فخر کند، من کمتر از او نیستم. گفتم که مثل یک نادان حرف می زنم. آیا آنها عبرانی هستند؟ من هم هستم. آیا اسرائیلی هستند؟ من هم هستم. آیا فرزندان ابراهیم هستند؟ من هم هستم. آیا آنها خادمین مسیح هستند؟ من بیش از آنها او را خدمت کردم. باز مثل یک دیوانه حرف می زنم. من بیش از آنها زحمت کشیدم و بیش از آنها در زندان بودم.
دفعات بیشمار چوب خورده و چندین بار با مرگ روبرو شدم. یهودیان مرا 5 بار و هر بار 39 دوره زدند و 3 بار از رومیان چوب خوردم و 1 بار هم سنگسار شدم. 3 بار شکسته کشتی شدم و 1 شب و 1 روز دستخوش امواج دریا بودم. در مسافرت های خود با خطر سیل و رهزنان روبرو بودم و از دست یهودیان و غیر یهودیان و برادران دروغین در شهر و بیابان و دریا با مرگ روبرو شدم. من متحمل سختی ها، زحمات، بیخوابی ها، گرسنگی و تشنگی فراوان شدم و غالباً بدون خوراک و لباس کافی سرمای سخت زمستان را تیر کردم. از آن گذشته نگرانی برای تمام کلیساها باری است که شب و روز بر دوش من است. وقتی یکی ضعیف است، آیا من در ضعف او شریک نیستم؟ و اگر کسی لغزش بخورد، آیا من آتش نمیگیرم؟ اگر مجبورم فخر کنم با آن چیزهای خواهم بارید که ضعف مرا نشان میدهند. خدا پدر عیسی خداوند تا ابد سپاس به نام او باد، میداند که من دروغ نمیگویم. وقتی در دمشق بودم، والی آنجا که از طرف حارس پادشاه به این مقام منصوب شده بود فرمان داد که نگهبانان شهر مرا دستگیر کنند، اما برادران به وسیله سبدی از پنجره‌ای که در دیوار شهر بود مرا پایین فرستادند و از دست او فرار